فیلم گلپری جون که تو سال 1353 ساخته شده از این قراره که یه زن و شوهر شب و توی قهوه خونه میگذرونن. زن که باردار بوده توی قهوه خونه زایمان میکنه و دو قلو به دنیا میاره. زن قهوه چی یکی از این دخترها رو برای خودش نگه میداره و اون یکی رو به مادرش میسپره. والدین دوتا دختر توی تصادف قطار کشته میشن. حالا یکی از این دخترها وارث ثروت والدینشه و اون یکی بین یه گروه مطرب دورگرد بزرگ شده. بخشایی از فیلم گلپری جون رو با هم تماشا میکنیم. یالا بزرست باشی؟ حالت چطوره؟ قربون شما خوشگله؟ پارچه مارچه چی داری؟ همه تو بینم؟ بینیشو بریدم ده اکی تارا؟ وقتی که بدهیاتو ندادی و سفتات واخواست شده. حالا چی میگی؟ حرف حسابت چیه؟ میگم اگه پولمو ندی میرم پاسگاه و عدست آرز میشم. حالا دیدی بزرست باشی؟ اومدی و نسازی یا؟ آخه دستم تنگه پول مول ندارم. چیزای دیگه که داری؟ مثلا چی؟ چیزای خوب اگه فروشنده باشی ما خریداریم. آخه ناکس تو که زن داری. بابا گور پدر زنم کرده. من تو رو دوست دارم. زنم کدوم خریه؟ خجالت بکش مرد، قباحت داری. جای قربونه برم عزیز جون، من تو رو دوست دارم، عاشقتم. آخه یه خود به من عاجز برس. آخه چه جوری بهت برسم؟ بساز باشی. خودت بهتر میدونی عزیز جون. ما چی؟ بروسی؟ رخت خوابی؟ الهی در آغوشت از بین برم، فداشم. بیا. فیلم سینمایی ناجورها با بازی فردین و بیک ایمانوردی داستان مردی به اسم اسلامه که خودش رو به زندان میندازه تا انتقام زنش رو از رضا که به اون تجاوز کرده بگیره. اما بعد از رویارویی این دو نفر مشخص میشه که فرد دیگه‌ای تو این ماجرا نقش داشته. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. این بالا تو اتاق من پاشو. نه خانم جان، مرخص میشم. پس واسه چی اومدی اینجا؟ دنبال قفور میگردم، کارش دارم. چی کارش داری؟ براش یه امونتی دارم. چرا میخندی؟ او چیزتا؟ تو امونتیشو به رفیقش دادی؟ رفیقش؟ کدام رفیقش؟ همونی که حالشو جا آوردی، اون یکی هم قفور بود. چرا زودتر نگفتی؟ حالا که گفتم جونی، تازه من چه میدونستم دنبال اون میگردی؟ دانی کجا میشه پیداش کرد؟ تو خیابون مخصوص از هر کی بپرسی قفور رو میخوام نشونت میده، اونجا ریختگری داره. ممنونم خواهر جان. فیلم تنها حامی با بازی مرجان و رضا بیک ایمانوردی راجب ابی جوون سر به هواییه که به اصرار برادرش کریم با دختری به اسم نسرین آشنا میشه. نسرین از پسر نابیناش مراقبت میکنه و تو کافه عباس آواز میخونه. کریم ابی رو از ادامه رابطه با نسرین منع میکنه، ولی با دیدن نسرین متوجه میشه که نسرین همون زنیه که سالها پیش توی بندر رهاش کرده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پیش هر کسی اون کسی رو انداختم و رو نمیدیدم تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه‌مو به دنیا بیارم تو کجا بودی؟ من افتاده بودم حبس وسط پیغون فرستادم دنبالت گشتم. یه چیز هست که باید بهت بگم، فقط بهم بگو اون بچه پسر بود دختر بود الان کجاست؟ دستت بهش نمیرسه هیچ وقت. زنده هست ها؟ نه، اون بچه ای که تو حرفشو میزنی خیلی وقت مرده از اینکه تو رفتی. اینه که هست 7 ساله تمام تو میکبری مثل یه سگ به دندون گرفتنش تا به اینجا رسید. غیر از این نمیتونه باشه، اینو قبول دارم. اون بچت نسری از عشق بچه تو هم بوده کریم، از عشقت. ولی من ازش خبر ندارم، ندیدمش دیگه. من تحملم زیاده، 7 ساله که منتظر موندم بازم میمونم چون جفتتون رو دوست دارم. فقط یه چیزی رو میخوام باها تموم کنم، دورور ابی رو باید خیت بکشی. چی گفتی؟ اون برادر منه. ابی؟ آره نصری، ابی برادرمه. من میدونم تو تا حالا واسه چی باهاش سر کردی. واسه پول، من این پول رو بهت میدم هر چقدر که بخوام.
فیلم قرار بزرگ به کارگردانی محمد علی فردین محصول سال 1354. تو این فیلم زوج فردین و بیک ایمانوردی نقش دو تا دوست رو ایفا میکنن که تو نوجوانی با هم قرار میذارن تا 20 سال بعد توی یه روز معین با اعلانی توی روزنامه همدیگر رو ملاقات کنن. این قرار منجر به ماجراهای عجیبی تو آینده میشه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. من یادم نمیره تنها چیزی رو که داشتی موتورتو میگم. واسه خاطر من، واسه عروسی من و شیرین فروختی. نوکرتو من شیرین گفتی؟ شیرین؟ خب منو ببخش امیر، تو اونو دوست داری، خب مال تو ورش دار. نه اصلا یادم رفته بود. چی رو؟ شیرین خیلی وقت از خونه رفته بیرون اما بر نگشته. دلم میخواست پدرم هم اینجا بود. ممکنه رفته خونه پدرش. بریم رضا، بریم که دیگه این خونه به درد من نمیخوره. بریم. توی فیلم در آخرین لحظه که تو سال 1352 ساخته شده، فرهاد و طاهر دو تا دوست و شریکن که با هم کاباره‌ای رو اداره میکنن. فرهاد به دختر خوش صدایی دل میبنده اما طی اتفاقی توی سفر معلول میشه و از ترس اینکه نازی اون رو با معلولیت قبول نکنه بر نمیگرده. از طرفی طاهر به نازی علاقه‌مند شده اما به علت علاقه نازی به فرهاد دوستش رو پیدا میکنه و به نازی بر میگردونه. بخشایی از فیلم در آخرین لحظه رو با هم تماشا میکنیم. برای شما خیلی ارزش قائلم طاهر خان. نمیخوام تنم مال شما باشه در حالی که دلم پیش کسی دیگه است. پس چرا از اول نگفتی؟ آخه شما نپرسیدین که من بگم. بگو بدونم اون چیه؟ چه فایده ای داره که شما بدونید؟ نازی تو منو چه جور آدمی دیدی؟ خیال نکن چون دوستت دارم میخوام هر طور شده به چنگت بیارم. نه، من فقط خوشبختی تو رو میخوام. اگه کسی دیگه ای رو دوست داری باشه، ولی باید بتونه تو رو نگه داره. پس کو بیا جلو تا خودم دستتو تو دستش بذارم. اما نه اینکه بعد از چند وقت بدنامی ولت کنه و بره. بگو اون کیه، کجاست؟ نمیدونم، به خدا نمیدونم. به من بگو اسم و رسم کثافتش چیه. به خدا قسم هر جا باشه پیداش میکنم و حقش کف دستش میذارم. لابد یه اسمی داره، از زیر بوته که عمل نیمده.